به نمایندگی از همکارانم در خبرگزاری دانشجویان ایران، همکاران سرکار خانم مرشد کریمی و همچنین همکارانم در خبرگزاری جمهوری اسلامی، همکاران سرکار خانم ریحانه یاسینی، سپاسگزاری میکنم تشریف فرماییتون رو. در تمام یک سال سخت همراهی های شما عزیزان قطعا تسکین دهنده آلام خانواده محترم این عزیزان و دوستان محترمشون بوده. از این فرصت استفاده میکنم آرزو میکنم در این مکان مقدس که پیگیری شرایط پرونده حقوقی این دو عزیز هم به سرانجام برسد و به گونه ای طی شود که اندکی از درد فراق و مصیبت وارد شده به خانواده رو تسکین بخشد و همچنین قوت قلبی باشد برای همه همکاران خبرنگار ما که در خطر و حذر در سرما و گرما رسولان امید بخش در جهت منافع ملی و حقوق عامه هستند. امروز ما و خانواده آقای کریمی هر کدام خانواده سه نفره هستیم که در تاریکی عمیقی فرو رفتیم و خاطراتمان تنها دستاویزی است که برای من باقی مانده. باور کردن این که یک سال از صدای ریحانه و مهشاد عزیز به گوش من نمی رسد خیلی سخت است. آنها که ریحانه را از نزدیک می شناختند حتما به صدق این کلمات گواهی می دهند. دخترم همیشه میخواست تحریه خودش را داشته باشد. عاشق کارش بود. آنقدر که همه عمر کوتاهش را وقف همین عشق کرده بود. کسب رتبه یک کارشناسی ارشد مطالعات رسانه و نشستن در جایگاه سردبیری ایرنا 24 در سن 25 سالگی قابل لمس ترین نتایجی است که میتواند واقعیت ریحانه را نشان دهد. حالا تقویم ها میگویند که یک سال از مصیبت ما گذشته. راستش ما به این اعداد عادت نمی کنیم. هنوز که هنوز است با دنیای از سالهای بی جواب در بیداری هایمون کابوس میبینیم. چرا باید جان بچه های ما قربانی 500 هزار تومان صرف جویی در پروژه‌ای که تا کنون 1000 میلیارد تومان بودجه با آن تزریق شده شود و برنامه ریزان سفر پیشنهاد عبور از جاده ناامن و غیره ایمن را میدهند یا حتی از رئیس وقت سازمان محیط زیست عیسی کلانتری. سالهایی هست چرا کسی برای عذرخواهی از تصمیم گیرنده و برنامه‌ریز حتی یک تلفن ساده نکردند و هزار چرای دیگر که این روزها به قامت اندوه در می آید و بر قلب ما می نشینند. اما حالا که در آستانه یک سال زندگی نکردن ایستاده ایم، تنها اتفاقی که شاید بتواند اندکی به جراحت قلبمان مرهم باشد شناسایی و مجازات مسببان واقعی این اتفاق است. اگر ایمنی بتوان ایمن کرد، اتفاقات قطار مشهد، یزد یا فروپاشی ساختمان متروپول آبادان که به خانواده های ایشان هم تسلیت عرض میکنم اتفاق نمی افتاد. در رابطه با پرونده میخوام صحبت کنم، در رابطه با پرونده‌ای که عرض به حضور شما که یک ساله به نتیجه نرسیده و همش وعد و وعید بوده و آخرم به این نتیجه رسیدن که راننده مقصره، مثل همه مسائلی که تو کشور ما داره اتفاق میفته، مثل هواپیمایی که میفته آخرش میگن خلبان مقصره، مثل همین ساختمون که میفته آخرش میگن سازنده مقصره. نمیگن ما مقصریم، ما عذر میخواییم مردم از شما، ما معذرت میخواییم از شما، ما نتونستیم ایمنی رو جان مردممون رو در این چند سال تأمین کنیم. من از این موندم که چطور اون نظریه اولیه کارشناس رو که 50-50 مقصر دونسته، خود رئیس کل دادگستری استان ارومیه به ما گفت اون قبول نیست، ما نظریه بعدی‌ها رو قبول می‌کنیم. اصلا چنین چیزی ممکنه؟
ما اگر پیگیری میکنیم میخواییم برای بقیه اتفاقی نیفته، چنین چیزی اتفاق نیفته، برای مردم اتفاق نیفته. تا کی میخواییم جوانای خودمونو، دستگلای خودمونو به این راحتی، به این راحتی از بین ببریم؟ فقط به خاطر ندانم کاری. صبح با اون راننده بند خدا گفتن که آقا شما برو فرودگاه، ما مهمون داریم. اونم فکر کرده هست میتونن ازش راننده سوال کنن. راننده میگه من فکر کردم اینا میخوان برن مهمونای کارخونه سیمان. بعد یه دفعه سر از پیرانشهر در آورده بدون صورت وضعیت. پلیس را چجوری اجازه داده اون بدون صورت وضعیت بره؟ بعد اون کارشناسی که اومده اونجا و ببخشید متاسفانه اعلام کرده که شما بیایید از این مسئله بگذرید و بیمه دیتونو بیده. یعنی چی این حرف؟ یعنی ما بچه ها رو، جوانامون رو با این مشقت تو این روزگار بزرگ کنیم که بریم دیه بگیریم؟ شما چنین بلایی سرشون بیارید دیه بگیریم؟ واسه بچه های خودتون هم همچین حرفایی میزنید؟ ما تا آخر عمرمون بعد تا آقه دل بکشیم. منی که با دست خودم جهاز بچه‌م رو بردم چیندم، چی بگم؟ بگم خدا لعنت کنه که میگم، بگم خدا بلا سرشون بیاره که میگم. این دعای هر روز منه. هر لقمه ای که اگلون بخواد بره پایین نفرینشون میکنم. من اگر از هر کی طلب داشته باشم از همه رو میبخشم، ولی این یه مورد رو هیچ وقت نمیبخشم. دو تا نکته ریز هست، خیلی سریع میگم و مرخص میشم. نکته شماره یک این هستش که اگر ما امروز فضای مراسم سالگرد رو یک طوری از حالت سنتی بودنش خارج کردیم، به این علت هستش که این اعدای دینیه به این دو نفری که تمام عمر حرفه‌ایشون رو هرچند کوتاه صرف احقاق حقوق مردم کردن، هم اعدای دین به این دوستان هست، کمترین کار این هستش که ما بتونیم حداقل حقوق خودشون رو به شکل قانونی استیفا بکنیم. و در روند پیشرفت این پرونده اتفاقاتی که افتاد شیطنت‌هایی رقم خورد که اگر افکار عمومی و دوستان رسانه‌ای ما نبودن احتمالاً 4 ماه پیش همین پرونده بسته می‌شد. این پرونده سختی‌های خودش رو داره. از جمله سختی‌هاش این هستش که یکی از بزرگترین گرفتاری‌های ما قانع کردن دوستان برای اینکه دامنه رسیدگی به این اتفاق رو گسترش بدن به عزیزان مسئول، جایی که ما شاهد سوء مدیریت، ترک فعل و امثال این هستیم، ولی متاسفانه هر بار این چرخ به سمتی میچرخه که داره نزدیک میشه به اون مسیر، بلافاصله یک فرایند قضایی پیش میاد، یک کارشناسی میاد اظهار نظر میکنه و دادگاه و قوه قضاییه بهش استناد میکنه و مجددا جهت فلش به سمت راننده و ترمزی که نبوده کج میشه. ببینید آقای سلاجقه هم اینجا هستن، دوستان محیط زیست هستن. ببینید یکی از چیزهایی که واقعا گره‌گشا هست و میتونه این پرونده رو از اون کوری خودش در بیاره اینه که نامنگاری ها و مکاتبات مربوط به این سفر کاملا منتشر بشه. چند خواسته کوچیک است، فقط برای اینکه این پرونده به سرانجام برسه، نه به خاطر اینکه ما صرفا بخوایم دل خودمون رو خنک بکنیم. بحث اینجا هستش که ببینید این دو نفر دو فرد رسانه‌ای بودند که همون ابتدا رسانه‌ای بودنشون از سر پیام‌های تسلیت پرشماری که از پایین تا بالای این مملکت صادر شد بولد بود و به چشم می اومد. و حالا همین آدم‌هایی که رسانه‌ای بودن، 19 نفر بازمانده این اتوبوس که هر کدوم یک رسانه داشتن، نتونن یک حق ابتدای خودشون رو که حق حیات هست رو اینجا ایفا بکنن، دیگه کدوم رسانه میتونه ادعا بکنه که میتونه حق مردم رو بگیره؟ فارغ از اونچه که شما به عنوان یک پرونده شخصی و حقوقی بهش نگاه میکنین، از همتون خواهش میکنم، هم خانواده های داغدار و هم دوستان و همکاران این دو عزیز، به این موضوع توجه کنید که ما فرهنگمون نسبت به ایمنی اصلا حساس نیست. چرا ما اگر مثلا شما امروز اتفاق افتاده، اگر همون روز میگفتید آقا این اتوبوس مناسب نیست که این همه خبرنگار توش باشن، به قول این عزیز گفت چند تا ون میگرفتن. میدونید امروز دیروز و فردا در سیستم مدیریتی ایران، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، اینها رو سوسول بازی میدونن.
اینا را قرتی بازی میدونن. ما فرهنگمون هممون نسبت به ایمنی بیخیالیم. حمل و نقل، ساخت و ساز، متروپول اتفاق میفته، چند روز شیون میکنیم، ناراحت میشیم، همدردی میکنیم، خون دل میخوریم و دور ساختمون شل میسازن، ناایمن میسازن. ما انگار که اصلا جان آدم برای مردم و برای مسئولین مهم نیست. یه دولت، دو دولت، این جناح، اون جناح هم نداره. ببین فرهنگیه. خیلی مهم نیست. آقا بالاخره مردم از موبایل تو رانندگی استفاده میکنن برای راهیاب، برای مسیریاب. خودروساز مکلف شه یه دستگاهی بذاره که آقا این دیگه اینو آپشن حساب نکن، چون جون این آدم به این بستگی داره. موعظم اینه. تو رو خدا مراقب دیگران باشین، مراقب خودتون باشین، رفتار پرخطر نکنین. اینایی که رانندگی میکنن تو جاده از همین من و شما هان. تو خونه همدیگر رو موعظه کنیم، تواصی کنیم، توصیه کنیم همدیگر که ایمن رانندگی کن. باز هم تسلیت میگم به همه بازماندگان و به این دو رسانه محترم و خوب. امیدوارم که خدا به همه تون سلامتی بده و برای همه تون جبران کنه. خدایا رحمت و مغفرتت رو به روح این دو عزیز عائد و واصل بفرما. خدایا بر دل همه بازماندگانشون صبر، سکینه و آرامش نازل بفرما. انشالله که همگی سلامت باشین. رهبر عزیزمون هر کسی داره برای مملکت واقعا خدمت میکنه، دلسوز مردمه. از یک کارشناس دلسوز، از یک خبرنگار دلسوزی، دانشجوی دلسوز، هر کسی دلسوزه و نافع، خدای بهشون کمک کن. هر کسی هم دلسوز نیست، منفعتی به این جامعه نمیرسونه، خدای خودت اینا رو با خیر و صلاح بازنشست کن، برن به زندگیشون برسن، به مردم ضرر نزنن. الهی که همتون سلامت باشین و محفوظ و پیروز. بر محمد و آل محمد صلوات و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.